برادران و خواهران گرامی خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم و آرزو می کنم سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است خدا این سلامتی رو به شما بده وقتی که به پای کلام خدا می نشینیم تا برکتی نه از دست یک انسان بلکه از دست خدای زنده بگیریم پس خدا رو شکر به خاطر کلامش به خاطر فرصتی که داریم به خاطر این موقعیتی که برای شما فراهم شده این وقت رو دارید این برنامه رو ببینید ما چنانکه کاملا آشنا هستید عنوان مطالعاتمون هست مسیح در عهد عتیق از جوانب مختلف بهش نگاه می‌کنیم یک از جن، جوانب این بود که از طریق هایی که انبیا در عهد عتیق کردن یا کلا تمام هایی که نه فقط در کتب انبیا بلکه در تورات و در مزامیر بوده ما از طریق این نبوت ها مسیح رو ببینیم جنبه دوم دیدن مسیح از طریق اون مواردی که در قالب های قابل رؤیت برای ما انسان ها قابل فهم برای ما انسان ها او ظاهر شد حالا یا در خواب بود یا در رؤیا بود یا به عنوان یک فرشته به عنوان یک مرد یک میهمان یک انسان یک سردار ظاهر شد و آدمیان تونستن ببینن بشنون لمس کنن قابل فهم بود چند جلسه رو ما اینجا مطالعه کردیم و در این جلسه که الان داریم با هم مطالعه میکنیم قسمت آخر رو در این زمینه مطرح خواهم کرد که احتیاج داریم به دانیال باب سه مراجعه کنیم دانیال کتاب دانیال نبی باب سوم داستان بسیار شیرینیه اما بیشتر از یک داستانه واقعیتی تاریخی است که رخ داده اگرچه بسیاری شاید فکر کنن این یک داستان است یک استوره است یک تخیل است اما ما ایمان داریم که این واقعیت تاریخی داشته و این یکی از معجزاتیه که در عهد عتیق رخ داده معجزه در رابطه با سه نفر از دوستان دانیال نبی هست که در آتش انداخته میشوند توسط نبوکت نصر پادشاه بابل اما سوخته نمیشن و در کنار اونها نفر چهارمی هم پیدا میشه در این متن ما می خواهیم مسیح را در عهد عتیق ببینیم که اینجا یکی از جاهایی است که خیلی واضح مسیح رو نشون میده که قبل از اینکه کلمه جسم گردد و میان ما ساکن شود یعنی قبل از اینکه از مریم باکره عیسی مسیح متولد بشه در عهد عتیق ظاهر شده قبل از تجسم چرا چون او کلمه ای است که بود نزد خدا بود و خود خدا بود الف و یا پیش از بنیاد عالم بود اگر پیش از بنیاد عالم بود و فقط وجود او منوط به تولدش از مریم باکره نبود پس در عهد عتیق نیز بود و در عهد عتیق به صور مختلف ظاهر شده که یکیش همینه دانیال باب سوم تشویق من این هست که دانیال رو باب سوم رو خیلی دقیق خودتون بخونید بعد از تموم شدن این جلسمون من سعی میکنم از آیه 13 بخونم ولی شما از شروع باب که بخونید بهتر خواهید فهمید که جریان چی است که نبوکت نصر یک تمثال خیلی بزرگی از خودش درست کرد و دستور داد وقتی که ساس ها رو بشون اون آلات موسیقی رو مردم بشون انقدر بلند بود که از همه جا میتونستن ببیننش در یک همواری گذاشته شد که قابل رؤیت باشه و گفت هر وقت این صداها رو شنیدید صداهای این آلات موسیقی رو شنیدید هر جا هستید سجده کنید آن تمثالی را که نبوکت نصر برپا کرده اما در میان تمام افرادی که اونجا بودن ما چهار تا یهودی داریم به اسم دانیال و رفقاش شدرک میشک عبد نقو اینها پیروان خدای تعالی یهوه سبایوت هستند که مطابق آنچه که از شریعت او دریافتند نمیتونن چیز ناپاک بخورند نمیتونن چیزی رو غیر از یهوه ستایش کنند این افراد وقتی که صداها رو میشنون پرستش نمی کنند و در خطر میافتند پس لطفا دلمونو بدیم به شنیدن کلام خدا آیه شماره 13 هم. آنگاه نبو نصر با خشم و غضب فرمود تا شدرک و میشک و ابنقو رو حاضر کنند پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند پس نبوکت نصر ایشان را خطاب کرده گفت ای شدرکو میشکو میشک اپنقو آیا شما عمدن خدایان ما را مرا نمی پرستید؟ و تمثال طلا را که نسب نموده ام سجده نمی کنید؟ سوال کرد نه؟ پس باید منتظر باشه جواب بدن اصلا منتظر نمیشه جواب بدن ادامه میده الان اگر مستعد بشوید که چون آواز کرناب و سرناب و اود و بربت و سنتور و کمانچه و هر, چه چق... هر قسم آلات موسیقی را بشنوید به رو افتاده تمثالی را که ساخته ام سجده نمایید فبها و اما اگر سجده ننمایید در همان ساعت در میان تن آتش ملتهب انداخته خواهید شد در کوره آتشپزی کوره آتش انداخته خواهید شد و کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی دهد کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی دهد شدرک و میشک و عبد نقو در جواب پادشاه گفتند ای نبوکت نصر درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم اگر چنین است خدای ما که او را می قادر است که ما را از تن آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید و اگر نه ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود تا آیه 18 براتون خوندم ادامهش رو بعدا میخونم پس سه نفر هستند که دچار مشکل شدن در خطر افتادن و طرفشون یکی دو تا آدم تو کوچه و بازار نیست طرفشون پادشاهیه که قادر اینا رو زندگی نگه داره و در ضمن قادر اونها رو بکشه تون آتش کوره ای آدم پزی. که با آتش میتونستن آدم ها رو بپزن بکشن بهشون میگه آیا عمدن این کارو میکنید؟ خدایان من رو نمیپرسید؟ تمثال من رو سجده نمی کنید؟ و جواب اونها جوابیست بسیار منطقی معتدل و با ایمان جواب این نیست که ای پادشاه میدونی چیه مطمئنا خدا ما رو از دست رهایی خواهد داد نه اونها دو حالت رو مطرح میکنن در هر دو حالت حاکمیت مطلق رو به خدا میدن و خودشون رو میسپارن به حاکمیت مطلق خدا در حالت اول میگن اه آیه شماره 17 در این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم اگر چنین است خدای ما که او را میپرستیم قادر است که ما را از تون آتش برهاند و او خواهد رهانید یعنی اگر اراده خدا این باشه که ما را از دست تو برهاند خواهد رهانید به این میگیم ایمان خالص و راستین یک انسان به خدایی که خدای قادر مطلق زندگی شه اگر خدا بخواد میرهانه و در ادامه میگن وگر نه آیه 18 اینها خدا رو در یک جایی قرار نمیدن که بگن خدایا تو مجبوری ما رو برهانی نه در آیه میگن وگر نه یعنی اگر خدا نخواد ما رو از دست تو برهانه پس این اختیار رو به خدا دادن هر آنچه که خواست عمل کنه چیه اون چیزی که خدا بخواد عمل بکنه یا نکنه؟ اراده شه و این خادمین فقط خودشون رو سپردن به اراده خدا وگرنه اگر او ما را از دست تو نرهانه اگر اراده او این باشه که ما بمیریم اینو بدون که همچنان خدایان تو را نخواهیم پرستید خب این باعث شد که قذب قذب نبوکت نصر بیشتر برافروخته بشه اما یک سوال که مطرح کرده بود نبوکت نصر میخوام در ذهنتون بمونه چون این سوال خیلی مهمیه که نبوکدناصر میپرسه کدام اه... خداست که شما را از دست من برهانه آیا خدایی هست کدام خداست که شما را از دست من وقتی که شما را در این کوره کوره آتشین بندازم کدام خداست سواله خدا جواب تو میده میخوای بدونی کدوم خداست خدا حاضر خودشو مکشوف بکنه آیه 19 آنگاه نبوکت نصر از خشم مملو گردید در آیه شماره 13 خوندیم آنگاه نبوکت نصر با خشم و قذب فرمود اون سه تا بچه رو بیارید الان که حرف از اونا شنیده در آیه 19 از خشم مملو گردید و هیئت چهره اش بر شدرک و میشک و اپنقو متقیر گشت متکلم شده فرمود تا تن را هفت چندان زیاده از عادتش به بند و به قوی ترین شجاعان لشکر خود فرمود که شدرک و میشک و اپنقو را ببندند و در تن آتش ملتهب بیندازند پس این اشخاص را در رداها و جبه ها و امامه ها و سایر لباس های ایشان بستند و در میان تن آتش ملتهب افکندند و چون که فرمان پادشاه سخت بود و تون بینهایت تابیده شده شعله آتش آن کسانی را که شدرک و میشک و اپنقو را برداشته بودند کشت و این سه مرد یعنی شدرک و میشک و اپنقو در میان تون آتش ملتهب دقت کنید بسته افتادن یعنی دست و پاشون بسته شده افتادند آیه شماره 24 آنگاه نبود پادشاه نبوکت نظر پادشاه در حیرت افتاد و به زودی هرچه تمامتر برخواست و مشیران خود را خطاب کرده گفت آیا سه شخص نبستیم و در میان آتش نینداختیم ایشان در جواب پادشاه عرض کردند که صحیح است ای پادشاه او نبوکت نصر در جواب گفت اینک من چهار مرد میبینم که گشاده دست و پاشون بسته نیست دیگه گشاده در میان آتش میخرامند ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خداست پس امو نصر دستور میده که اونها رو بیرون بیارن و وقتی که بیرون میارن آیه شماره 27 میگه آن مردان را دیدند که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و موی ای از سر ایشان نسوخته و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده بلکه بوی آتش به ایشان نرسیده است هاللویا خدا رو شکر طالب معجزه هستید این هم معجزه سوال کردی کدوم خداست که تو را از دست من برهاند ببین میدونی کدوم خدا خدایی که به خاطر فرزندانش وقتی در آتش بیفتن به همراه اونها وارد آتش میشه خدایی که به همراه فرزندانش در اون آتش میخرامه خدایی که آتش رو به کار میگیره فقط و فقط برای اینکه آنچه که آن چک دستهای اونها رو بسته بسوزه آزاد بشه نه اینکه موی از تنشون سوخته بشه نه اینکه بدنشون بوی آتش بگیره نه اینکه ضرری به خودشون برسه بلکه برکتی به خودشون برسه در آتش گشاده با پسر خدا گام بردارن بله مسیح در عهد عتیق دیده میشه دیده میشه کجا دیده شد بعض وقتا مسیح در عهد عتیق دیده شد وقتی که ابراهیم رو ملاقات کرد به عنوان یک مرد که وعده داد پسری خواهی داشت دیدیم مسیح ابراهیم رو ملاقات کرد در رتبه ملکی صدق به او نان و شراب داد و اینجا همون مسیح را میبینیم که ملاقات میکنه سه خادم امین خودش رو سه خادم که متمسک به کلام خدان اگر یک روز این مسیح در عهد عتیق یوشع ابن نون رو ملاقات کرد و بهش گفت نعله این خودت رو از پاد بیرون کن جایی که استاده مقدسه و بهش تعلیم داد چطور به جنگه همون مسیح اینجا به همراه فرزندانیه که به خاطر نام او بسته شدند به خاطر عدم ستایش بتها تحقیر شدن مورد قذب بی ایمانانن چون روش زندگیشون بی ایمانی نیست آنانی که به خاطر عیسی مسیح زحمات میکشن مسیح باشون گام بر می داره. مسیح در کنارشون هست حتی اگر در تون آتش انداخته بشن خود مسیح وارد تون آتش میشه و جالب اینه که اینو بدونیم قبل از اینکه اونها رو بندازن مسیح در عهد عتیق در تون آتش بود کنار اونها و او قادر اونها رو آزاد کنه از تمامی اسارت که دنیا بر روی دستاشون میبندن قادر نجاتشون بده از اون هلاکتی حل... که مردم انتظار دارن آتش بر اونها بیاره و در زندگی من و شما اگر آتش تجربیات هست برای خالص کردن ماست و برای اینه که به جایی برسیم که حتی دنیای بی ایمان هم جلال رو به خدا بده چنانکه این نبوکت نصر بی ایمان وقتی که این سه نفر رو بیرون میاره جلا رو به خدا میده تعجب کرد آیا سه نفر نبستیم؟ در تون آتش نینداختیم؟ بله, ای خدا، بله ای آقا ولی من چهار نفر رو میبینم گشاده دست ها باز در آتش می خرابند ضرری بهشون نرسیده بله مسیح در عهد عتیق عیسی مسیح وارد آتش داوری خدا شد تا هلاکت اون آتش رو بر خودش بگیره تا ما نجات پیدا کنیم و از اسارت آزاد بشیم و آتش های دیگه ای رو که اجازه میده در زندگی ما مؤمنین پیش بیاد برای این نیست که ما هلاک بشیم چون آن آتش هلاک کننده رو خودش بر روی صلیب یک بار برای همیشه متحمل شد آتش دیگه آتش های تجربه است تجربیاتی که ما رو خالص میکنه تجربیاتی که ما رو به اون نزدیکتر میکنه تجربیاتی که ما رو شکل میده ما رو تزئین میکنه ما رو تقدیس میکنه و چقدر شیرین این تجربه که اگرچه خدا اجازه میده تو متمسک بشی به اراده مطلق خدا این سه نفر چه ایمان شیرینی داشتن این سه نفر چه ایمان خالصی داشتن برای این سه نفر خدا یک دست چکی نبود امضا شده که اونا فقط روش بنویسن چقدر میخوان برای این سه نفر خدا خدا بود حاکم مطلق بود صاحب و آقا بود و اونها برای آن خدا غلامانی بیمنفعت برای همین آرزوی دل اونها این بود که هر آنچه اراده کامل مقدس و پسندیده اوست آنچنان که در آسمان از زمین در زندگی من کرده بشه اگر ارادش این باشه که منو از دست تو نبوکت نصر پادشاه بزرگ این امپراتوری آزاد کنه قادر آزاد بکنه و اگر ارادش باشه آزاد خواهد کرد به طور مطلق اما اگر ارادش نباشه که آزاد بکنه و ارادش این باشه که ما به خاطر این ایمانی که روش استادیم بمیریم ما در قدوسیت خواهیم مرد نه در گناه کردن ما در قدوسیت زندگی کردن خواهیم مرد نه با مرتکب گناه شدن و این جریان زندگی من و شماست این مسیح در عهد عتیقه خدایی که امین هست برای فرزندان خودش میسته برای فرزندان خودش و جلال رو به اسم خودش میده اگر من و شما این قسمت کتاب مقدس رو خوندیم و گفتیم به به با بار کلا شدرک و میشک و ابنق و عجب آدمایی ما جلال رو به انسان دادیم ولی این قسمت کتاب مقدس داره یاد میده جلال از آن دیگری است دیگری کیه؟ کسی که نبوکت نصر گفت منظر چهارمین شبیه پسر خداست جلال از آن اوست کدام است که شما را از دست من برهانه این خدا پسر خدا مسیح در عهد عتیق ظاهر شد اگر مسیح در عهد عتیق ظاهر شد تا در بعضی از موقعیت ها مقطع زمانی خاصی داشته ظاهر میشه و کارهایی میکنه الان در عهد جدید به واسطه رول قدوس همیشه با ایمانداران و در ایمانداران ساکن است. و اگر من و شما دوچار تجربیاتی میشیم به ایمان عمل کنیم با شکرگذاری بپذیریم آنچه را که خدا اجازه میده در زندگی ما پیش بیاد بعض وقتا من فکر می اگر ما آدم هایی که الان در قرن بیست زندگی می جای این سه نفر بودیم به خودمون می خب محکم میستیم محکم میستیم ولی وقتی دست و پامونو می بستن نزدیک این تونه ملتهب آتش می رسیدیم می گفتیم خدای جدیه؟ واقعا جدیه؟ یعنی اینا الان میخوان منو بندازن تو آتش؟ اگر جدی باشه چی؟ اگر واقعا اراده خدا این باشه چی؟ چون اراده خدا این هست که ادهی شهید بشن در کتاب مکاشفه میگه زیر مذبر ارواح آن افرادی بود که به خاطر نام مسیح شهید شده بودن و ندا کردن ای خداوند کی تو تاوان زحماتی رو که ما کشیدیم بر سر این افرادی که دشمنی با ما کردن نمیاری کی داوری رو اعمال خواهی کرد بهشون گفت قدری هم تحمل کنید چون شماره شما به کمال نرسیده یعنی چی؟ یعنی تعداد آنهایی که من اراده کردم به خاطر اسم من شهید بشن کامل نشده حالا افرادی هم هستن که قراره مثل شما به خاطر اسم من شهید هم بشن اگر اراده خدا این باشه برای من و شما چی؟ همچنان ما میستیم؟ مثل شدرک و میشک و ابنقو میگیم اگر ارادش خدا اگر ارادش باشه آزادمون میکنه اگر نه مطمئن باش ما گناه نمیکنیم حاضریم تا به مرگ امین باشیم این عزیزان امین موندن و خدا برکتشون داد و در میان تمامی تجربیات با آنها گام برداشت تقدیسشون کرد آزادشون کرد پس اگرچه ما فعلا برای مسیح شهید نشدیم و معلوم نیست شهید خواهیم شد یا نه اما وقتی تجربیات مختلف در زندگی ما میاد این آتش تجربه پتروس میمیسه چیز قریبی نیست انگار که یک چیز قریبی اومده اینو خدا میده تا ما رو تقدیس کنه ما رو پاک بکنه ناخالصی ها رو برداره پس با آتش تجربیات مخالفت نکنید با از دست عیسی مسیح بپذیرید و با توجه به متنی که خوندیم دعا کنید ای خدا چنانکه شدرک و میشک و ابنقور رو درون تون آتش برکت دادی دستاشون رو باز کردی صدمه ای ندیدن با تو فرصت مشارکت داشتم با هم گام برداشتید این برکت رو به من بده درون تمامی تجربیات از اسارت هام آزاد بشم ضرری نبینم با تو قدم بردارم لذت ببرم از حضور تو حضور تو شادی بخش باشه بیشتر و بالاتر از درد آتش ای عزیزان مسیح در عهد عتیق خودش رو ظاهر کرد چنانکه که مسیح در عهد جدید درون شما و با شما تا به ابد و میخرامه در میان آتش شما تا شما را برکت بده و دعای من این هست این برکت رو بگیرید در نام عیسی مسیح آمین